دوره تحصیلی جاری در ایران از امروز 1 مهر ماه آغاز شد. در این میان بیش از 1 میلیون آموزگار در شرایط مالی دشوار قرار دارند که بارها به تجمعات اعتراضی آنها منجر شده و تعدادی از فعالان صنفی معلمان به همین دلیل دوران حبس خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران سپری می‌کنند. بابک راد گزارشی دارد در این مورد. 20 اردیبهشت امسال همزمان با روز معلم در ایران، تجمع صنفی معلمان در اعتراض به سختی معیشت و عدم توجه حکومت به وضعیتشان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و ده‌ها شهر دیگر با برخورد قهرآمیز حکومتی روبرو شد. دستگیری تعداد زیادی از معلمان با واکنش‌های نهادهای حقوق بشری در سطح داخلی و جهانی روبرو شد. همچنین صدور احکام حبس برای معلمانی که به صورت مسالمت آمیز تحصن اعتراضی برگزار کردند، اعتراض بسیاری از همصنفان آنان را به همراه داشت. رسول بوداغی، آموزگار اخراجی پس از حوادث سال 88 و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در گفتگو با صدای آمریکا درباره وضعیت همکاران در بندش توضیحاتی داد. 3 از همکاران ما، آقای محمد حبیبی، آقای اسماعیل عبدی و آقای محمود بهشتی، مدت زیادیه که از دید ما کاملا بیگناه و فقط به خاطر فعالیت صنفی در زندان هستند. از همه حقوقی که برای سایر زندانیان هست هم محروم هستند. آزادی مشروط که طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی حقوق زندانی هست، این زندانیان عزیز از این حق هم محروم هستند. مرخصی هم که طبق آیین‌نامه سازمان زندانها ماده 214 حقشون هست که بیان مرخصی برای تحکیم بنیاد خانواده، اون چیزی که خود مسئولین جمهوری اسلامی به اون اعتقاد دارن، و ارتباط زندانی با دنیای خارج باید هر 2 ماه بین 3 تا 5 روز بیان مرخصی. اما نه اسماعیل عبدی و نه محمود بهشتی هیچ کدوم مدت 6 ماه حتی 1 روز هم مرخصی نیومدن. تجمعات اعتراضی معلمان و بازنشستگان در ماه‌های اخیر پررنگ‌تر شده است. در آستانه اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، به نظر می‌رسد جامعه فرهنگیان ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد. قشری که متولی آموزش به نسل‌های آینده ایران است. بابک راد، صدای آمریکا.